برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. نبز بازارهای مالی شجاعتی دوستان عزیز و تماشایان اندیشمند سلام و وقت شما خوش امروز سه شنبه سی و یکم ماه می سال 2011 میلادی است و طبق معمول سه شب ها و در این ساعت به برنامه نبض بازارهای مالی نگاه می برنامه که هر هفته با فطرتی خبری، فرهنگ آموزشی و فلسفه تحلیلی تهیه و تنظیم میشه و مطالب آن فل جمعه محض اطلاع است و برای اطلاع محض برنامه های تلویزیونمون همونطور که مستحضر هستید سه شنبه شب ها به وقت لس آنجلس از ساعت 8 تا 9 شب به طور زنده پخش میشه بعد همین برنامه که امشب به طور زنده ملاحظه میفرمایید در طی هفته در دو روز مختلف و دو ساعت متفاوت دیگه تکرار میشه یکی روزهای چهارشنبه هست که ساعت 6 تا هفته بعد از ظهر خواهد بود که این هفته فردا خواهد بود اول جون و یکی هم روزهای یک شنبه ساعت 10 تا 11 صبح و 10 تا 11 شب که این هفته می شود پنجم جون در این تاریخ و در این ساعت هایی که گفتیم برنامه امشب تکرار میشه با این همه اگر در ساعتی که برنامه به طور زنده داره پخش میشه یا در روزها و ساعت هایی که تکرار برنامه هست موفق به دیدار برنامه نشدید و تمایل داشتید که این برنامه ها رو ببینید همونطوری که در جریان هستید گردانندگان و متصدیان سایت ایرانیان Uh, financialtimes.com یا ایرانیان که حامی یا اسپانسر این برنامه هستند uh, هر هفته برنامه های تلویزیونی ما را تمام و کمال روی سایت خودشون میذارن و با مراجعه به سایت اونها که آدرس رو صفحه تلویزیون میبینید ایرانیان fd.com و همینطور فیسبوک ایرانیان میتونید که برنامه های تلویزیونی نبض بازارهای مالی را از اول تا آخر و تمام کمال اونجا ببینید برنامه امشب را هم مثل همیشه با پرسه در اخبار شروع میکنیم بعد از اختتام اون در بخش دوم برنامه بخش پنجره های کوچک منظره بزرگ مطلبی داریم همون مطلب هفته پیش هست که این هفته به طور مشخص و معین تر بهش خواهیم پرداخت در عنوان حراج دلار در ایران و در قسمت پایانی برنامه بخش کلام آخر و آخرین کلام هم چنانچه فرصتی دست بده مقادیری راجع به پورتفولیو و زمینه های مختلف سرمایه گذاری که و پسنداز هایی که نبز بازارهای مالی عرضه میکنه و سودهای محتمل سر راه در اونجا با اتون صحبت خواهیم کرد با این توضیحات اجازه میخوایم بریم سراغ بخش اول برنامه امشب خب چند روز گذشته و این هفته همه که میدونید در واقع بلا بالای سر پول واحد اروپا یا یورو میچرخید چون که از یه طرف با توجه به این که سال گذشته در ماه می دولت یونان بدیه ها شد چون نمیتونست پرداخت کنه مجبور شدن مبلغ 110 میلیارد یورو اختصاص بدن و در اختیار یونان بذارن که دیفالت نکنه یعنی بتونه بدیه های خودش رو پرداخت کنه و فکر کردن که مسئله حل شده ولی از چند روز پیش مجددا گرفتاری های یونان شروع شد و صحبت از این بود که نمیتونه بدهی های خودش رو پرداخت بکنه دو سه روز پیش یکی از مقامات و در ضمن بعد برای اینکه بتونن پولی بیشتری بهش بدن و پول هایی رو که پارسال در اختیارش گذاشته بودن به صورت بیلات برای نجاتش بتونه پرداخت کنه قرار شده بود که دولت یونان یه سری اقدامات اقتصادی رو دنبال کنه که استراحاً به اسم سیاست های ریاضت اقتصادی یا استریتی میجرز ازش حرف میزنن که مفهوم و منظور این هست که بیان دولت اون کمک هایی رو که به مردم میکنه و هزینه های رفاهی خودش رو در واقع قطع بکنه مالیاتی بیشتری بگیره و اقدامات این چنینی انجام بده بعد خب چون با مخالفت عمومی توی یونان مواجه شده بودن دولت یونان مقادیری صحبت ها و زمزمه هایی شروع شده بود که ممکن است چون مردم ناراضی هستند یه وقت این کار را نکنه یا دنبال اون سیاست نخواد بره یا اصلا پول خودش پول یورو رو در واقع ول کنه برگرده به پول سابقه خودش که داشت و دو سه روز پیش دو روز پیش تقریبا یکی از مقامات صندوق بین پول IMF گفته بود که جون پولی که قرار شده بود در اختیار یونان بذارن یه جا بهش ندادن قرار بود در چند مرحله بدن مرحله بعدیش همین ماه آینده یا جون در واقع قرار بود بهشون بدن یکی از مقامات صندوق بین پول IMF گفته بود به نظر میرسه که دولت یونان در تعقیب اون سیاست های ریاضت اقتصادی جدی نیست و تهدید کرده بود که ممکن بود اون پولی رو که قرار بود ماه جون در اختیار یونان بذارن بهشون نده بعد از اعلام این خبر از طرف صندوق بین المللی پول وزیر مالیه یونان فایننس مینستر یونان اعلام کرد اگر هم چیزی بشه دولت یونان چاره ای نداره جز اینکه بلا فاصله دیفالت کنه یا به عبارت دیگه بدهی‌های های خودش رو پرداخت نکنه بعد در زم آخر هفته شایعی در محافل سیاسی پیچیده بود که گویا ارتشی ها توی یونان نظامیان یونان تهدید کرده بودند که اگر دولت کنونی که دولت غیر نظامی است طبیعتا نخواد سیاست های ریاضت اقتصادی رو دنبال کنه ممکن است دست به کودت های نظامی بزنن یونان سابقه کودت های نظامی هم داره کما که میدونید در دهه 1970 هم ارتشی ها اونجا کودتا کردن اومدن سر کار که به حکومت سرهنگ ها در یونان معروف شده بود ولی به هر حال امروز خبر منتشر شد که دولت کنونی یونان با همون سیاست های ریاضت اقتصادی که صحبت شده بود توافق کردند و به همین دلیل نشریه وارست جورنال گزارش داد که قرار شده که بانک مرکزی اروپا سی میلیارد یوروی دیگه در اختیار یونان بذارن که دیفالت نکنه گرفتاری دیگری که بالای سر یورو بود این بود که میدونید که چند تا کشور هستن سر همشون هم صحبت کرده بودیم که اینها بدهیهاشون هاشون نمیتونن پرداخت کنن گرفتار مشکل هستن یکیشون هم پرتغال بود که پرتغال هم البته چند هفته پیش براش تصمیم گرفتن که کمکش بکنن چندین میلیارد یورو در اختیارش بذارن که دیفالت نکنه منتها مقادیر بیشتری پول میخواست و قرار بود این هفته بیاد توی بازار پول قرض کنه یا اصطلاحاً باند بفروشه که نگران این بودن که مبادا هیچ کس بانداش نخره یا با بهره های خیلی خیلی سنگین بخوان به اصطلاح پول بهش قرض بدن که اون وقت طبیعتا برای دولت پرتغال مشکل میشد رو همین اساس نگران این بود به اصطلاح بودند توی بازارهای مالی و توی اروپا که وقت پرتغال نتونه پول قرض کنه و دیفالت کنه ولی که کن آخر هفته گذشته بود که دولت چین رسما اعلام کرد که حاضر از پول بیاره وسط و باندهای دولت پرتغال را ازشون بخره به حال با خبری که چین منتشر کرد که حاضر هست پول بده به قرض پرتغال از یه طرف و از طرف دیگه با تصمیمی که امروز توی یونان گرفته شد که دولت کنونی خودش رو متحد به این کرد که سیاست ریاضت اقتصادی رو دنبال کنه گفت رسیده بود بلایی ولی به خیر گذشت موقتاً بلا از بالای سر یورو رد شد و به همین دلیل یورو در بازارهای ارز شروع کرد به افزایش پیدا کردن از طرفی و از طرف دیگه بازار سهام هم در آمریکا که نگران اوضاع احوال اروپا بود امروز رشد بسیار بسیار خوبی پیدا کرد همونطور که شاهد بودید ولی البته دلار آمریکا که چند روزی بود هفته گذشته شروع کرده بود به بالا رفتن امروز مجددا توی بازارهای ارز کاهش پیدا کرد مسئله یورو من فکر میکنم که به این زودی ها حل بشه و تمام اقداماتی که داره براش صورت میگیره به احتمال زیاد تمام اقداماتی که کمک میکنن که کشورهای مثل ایرلند، مثل پرتغال، مثل یونان به زودی اسپانیا و ایتالیا اینها دیفارت نکنن جنبه موقتی خواهد داشت و اگر بخواد جنبه دائمی پیدا کنه طبیعی است که بانک مرکزی اروپا چاره ای نداره جز اینکه شروع کنه پول چاپ کردن در اختیار این دولت ها بذاره تا به اصطلاح اعلام ورشکستگی نکنن دیفارت نکنن به قول معروف اگر بخواد این کارو بکنه که طبیعتا چاره ای نداره یعنی پول چاپ کنه دیگه طبیعتا ارزش یورو تو بازارهای ارز میاد پایین اگرم نخواد این سیاست رو دنبال بکنه دیر یا زود این کشورها بل میکنن یورو رو به اصطلاح فراموش میکنن برمیگردن به پول اصلی خودشون و یه حالت دیگه هم احتمال داره اونم این است که به اصطلاح نورتن یورو و ساوتن یورو درست کنه یا یه نوع یورو باشه با مشخصاتی برای کشورهایی که وضع اقتصادی خوبی دارن مثل آلمان و بقیه یا یه, یه نوعش هم باشه با سیاست های معینی برای اون برای کشورهایی که گیر کردن مثل ایتالیا و اسپانیا و یونان و ایرلند و غیروزاده که به هر حال از هر طرف که نگاه بکنین از نظر بلند مدت و طولانی مدت یورو فعلا و تا اطلاع ثانوی آینده آنچنان خوبی در انتظارش نیست البته خب میدونید که قیمت اسکناس یا ارز کرنسی توی بازار جنبه مطلق نداره جنبه نسبی داره نسبت به سایر ارزها به صلاح موقعیت و مکان و قیمتش تعیین میشه و حالا باید دید که بقیه ارزها به ویژه دلار آمریکا چه بر سرش خواهد اومد چون قیمت یورو به هر حال بی هم نیست با اتفاقاتی که برای دلار آمریکا خواهد افتاد چین در این حال که این خبر رو اعلام کرد یه خبر دیگه راجع بهش داشتیم اونم این که کمپانی معروف اینتل توی آمریکا تصمیم گرفت که یکی از مقامات یکی از مقامات عالی رتبه خودش رو به اسم شان ملونی شان ملونی کسی است که احتمال میره به زودی به جانشین کسی بشه که الان مدیر یا سی اوی کمپانی اینتل هست به حال تصمیم گرفته ایشون رو بفرسته چین تا بشه مسئول و مدیر و رئیس اقدامات اینتل در چین و این نشون میده که چین به هر حال چه بازار بزرگ و با اهمیتی است برای کمپانی مثل اینتل که به این ترتیب تصمیم گرفته یکی از مقامات مهم خودش را بفرسته اونجا و علت هم که این کار کرده اینتل اعلام کرده برای اینکه الان بزرگترین بازار کامپیوترهای پی سی در واقع توی چین هست و برای اینکه بتونه این بازار را بهتر و بیشتر بگیره تصمیم به همچین اقدامی گرفته و همونطور که گفتیم شان, منل... شان رو چین و اما خبر دیگرمون این که خبر آخرمون این که وزارت بازرگانی آمریکا در هفته که گذشت اعلام کرد که به اصطلاح رشد اقتصادی در سه اول سال همین سالی که توش هستیم سال 2011 یک و دهم درصد بوده این رقم رقمی است که قبلا هم اعلام کرده بودند چون چه وزارت کار چه وزارت بازرگانی هر کدوم از مؤسسات دولتی آماری رو که اعلام میکنن یکی دو بار مورد تجدید نظر یا ریویژن قرار میدن تا بتونن اینا دقیقتر و به صدا راستوریسترش کنن و رقم نهایی امیدوار بودن بازار خیلی انتظار داشت که خیلی بیشتر از یک و هشته هم باشه ولی که ناامید شدن و به همون نتیجه رسیدن که رشد اقتصادی البته اینها به طور سالانه حساب میکنن و گرنه در سه ماهه اول رشد اقتصادی در آمریکا نیم درصد هم نبوده 45 صدام درصد بوده که ضرب در چهارش میکنن تا به طور سالانه به دست بیاد رسید به یک و هشت دهم درصد و یک و هشته همه درصد نه تنها برای اقتصادی که از یکی از بدترین رکودهای تاریخی بیرون اومده بلکه حتی در شرایط عادی هم رشد بسیار بسیار وحشتناک و نگران کننده است برای آمریکا و مخصوصا موقعی که یک اقتصادی دچار افت و رکود میشه موقعی که شروع میکنه از اون حالت میاد بیرون طبیعتا در گذشته هم همیشه اینجوری بوده توی آمریکا که بعد از هر رکودی برای چند کوارتر بعد از اینکه رکود اقتصادی تموم میشد رشد اقتصادی معمولا 5 درصد 6 درصد 6.5 درصد و از این صحبت بوده و الان میبینیم که به اصطلاح رسیده به 1.8 و درصد و به همین دلیل همه نگران آینده اقتصاد تو آمریکا شدن که چه خواهد شد مخصوصا که امروز چند تا آماری هم که تازه منتشر شد همه هیچ کدومشون خوشحال کننده نبودن و مایه امیدواری نبودن یکی اینکه آ مؤسسه ای کانفرنس بورد که در واقع آمار مربوط به اعتماد مصرف کنندگان را منتشر میکنه خبری که منتشر کرد این بود که اعتماد مصرف کنندگان یا کانسومر کانفیدنس در ماه می نسبت به ماه آوریل به شدت کاهش پیدا کرده بوده بعد مؤسسه اینستیتوت فور سپلای منیجمنت که شاخص مربوط به فعالیت‌های صنعتی رو در منطقه شیکاگو جاهای دیگه منتشر کرده اونها هم نشون دادن که رشد صنعتی به شدت کاهش پیدا کرده و از همه مهمتر شاخص معروف به کیس شیلر اس 500 کیس شیلر که راجع به قیمت خونه ها ملک و املاک و ریل استیت در 20 تا از مهمترین و بزرگترین شهرها که جنبه به اصطلاح بهشون میگن متروپولیتن سیتیز تو اونها منتشر کرده نسبت البته آمار مال ماه مارچ هست آخرین آماری که جمع آوری کردن نسبت به ماه مارچ سال گذشته سه و دهم ده درصد کاهش پیدا کرده یکی از بزرگترین کاهش های سالیانه هست از نوامبر سال 2009 تا به الان و الان این شاخص در بهترین جای خودش نشسته از سال 2003 تا به الان و همونطور که قبلا و بارها خدمتون عرض کرده بودیم برخلاف ادعاهایی که میشه که بحران مستقلات یا ریل استیت در آمریکا به آخر رسیده از ماها پیش بهتون هشدار داده بودیم که مواظب موج دوم ضربه به بازار مستقلات و ریال استیت در آمریکا باشید که این موج رفته رفته داره از راه میرسه و هم به خود ریال استیت و مستقلات ضربه خواهد زد و هم به تمام مصنوعات مالی وابسته به ریال استیت نکته و خبر دیگری نبود که در این بخش بهش اشاره کنیم فقط یادآوری میکنیم که دفتر نبز بازارهای مالی تمامی خدمات مادی و اقتصادی را چه برای پسنداز، چه برای سرمایه گذاری، چه سرمایه گذاری برای رشد سرمایه باشه، چه به قصد کسب درآمد باشه و برای تمامی اهداف مثلا برای دوران بازشستگی، برای دوران به سلا تحصیلی فرزندانتون یا ساختن آینده فرزندانتون و به هر دلیل دیگری و به هر قصد دیگری که قصد پسنداز و سرمایه داشته باشید نه تنها در آمریکا بلکه در سرتاسر سر دنیا تمامی خدمات مالی و اقتصادی را دفتر نبض بازارهای مالی عرضه میکنه و چنانچه تمایل داشته باشید که از این خدمات و همینطور برنامه ریزی مالی فننشال پلانینگ به شیوه تحقیقاتی و علمی و مشاوره و راهنمایی کانسالتیشن برخوردار بشید میتونید تمامی روزهای هفته از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با تلفن دفتر ما تلفنی که روی صفحه تلویزیون میبینید 310 407 5300 310 407 5300 با ما تماس بگیرید بخش اخبارمون تموم شد میریم قسمت سراغ بخش دوم برنامه امشب thank you در قسمت دوم برنامه امشب هستیم در بخش پنجره های کوچک منظره های بزرگ و مطلبی داریم به اسم حراج دلار در ایران اگر دوستان عزیز برنامه هفته پیش را دنبال کرده باشن و دیده باشن حتما میدونن چه اسم برنامه را این گذاشتیم ولی برای دوستانی که احیانا اولین بار نگاه میکنند علت اینکه این تیتر تنزالود را برای این برنامه انتخاب کردیم این هست که دوستان عزیز بیننده برنامه هفته قبلش دو تا مقاله برای ما فرستاده بودند که توی این مقاله ها ادعا کرده بودند که قیمت واقعی دلار اون چیزی که توی ایران میشه خریدش نیست و قیمتش خیلی خیلی از این گرونتر و بیشتره و هر کدومشون هم البته اظهار نظرهای مختلفی کرده بودند که با همدیگه زمین تا آسمون تفاوت داشت یکیشون ادعا کرده بود از این مقالات ارسالی که قیمت واقعی دلار در ایران سه هزار تومنه البته هر سه مقاله یادآوری بکنم که زمانی نوشته شده بود از محتوای نوشته ها برمی که دلار در ایران هزار تومن بوده مال الان نیست مال چند ماه پیشه یکیشون ادعا کرده بود که قیمت واقعی دلار در ایران سه هزار تومنه یکی گفته بود 4000 هزار تومنه و یکیشون هم ادعا کرده بود که 5000 هزار تومنه کسانی که با ریزکاری ها و به صلاح اطلاعات علمی و دقیق بازارهای ارز و کرنسی مارکت آشنا باشن میدونن که فقط همین تفاوت قیمت های این شکلی نشون میده که تمام حرف این شکلی باده یاد حواس در واقع چون توی بازارهای ارز هیچ وقت نمیتونه اختلافات تا این اندازه باشه و نوسانات معمولا بسیار, بسیار 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 ریز هست واقعا کما که مثلا چند هفته پیش هی خاطرتون باشه یورو که نسبت به دلار آمریکا رسیده بود فقط یک و, و همچین چیزی آخر هفته ای که نشریه اشپیگل یه خبری رو منتشر کرد که ممکن است یونان یورو رو ترک بکنه و پول سابق خودش برگرده و اون آخر هفته ای بود که بالاترین ضربه به یورو خورد توی بازارهای ارز از یک و پنج اومد پایین شد یک و یک دولار و یعنی یک دلار و سه سنت یعنی دو سنت فقط تغییر کرد منظورم این که نوسانات بازار عرض اینجوری نیست که پنی هزار و سه هزار و هزار و دو هزار اینطوری باشه فاصله هاشون باید خیلی خیلی کم باشه اگر واقعی می بود حرف هایی که زده شده که حالا عرض خواهیم کرد چرا به نظر من واقعی نمیاد و اما حالا سوال این خواهد بود که خیلی خوب پس قیمت واقعی دلار در ایران چند است الان و چند باید باشه در این مورد اول نگاه توضیحی بدم که قیمت واقعی یعنی چی به چی میگیم ریل پرایس ریل پرایس یا قیمت واقعی طبیعیست از اسمش برمیاد که جنبه تخیلی و ذهنی نباید داشته باشه بلکه باید به طور روی زمین در واقع در واقعیت اونطوری باشه یعنی من باب مثال اگر شما یه ماشینی دارید میخواید بفروشید تو خود دلتون برای خودتون میگید یا آرزو دارید بگی اگه این ماشینمو من بتونم 42000 دلار بفروشم خیلی خوبه ولی موقعی که میارید و آگهی میزنید و ملت میان ماشینتون رو میخوان بخرن یکی بهتون میگه سی تا یکی میگه سی و یک هزار یکی میگه بیس و یکی میگه فرض کن سی و دو تا بلفن. از این قیمت ها بهتون میدن اون وقت نشون میده که اون تصوری که راجع به قیمت ماشین خودتون داشتید خیال پردازی بوده و به طور واقعی قیمت ماشین همون چیزاییست در همون حول و حوالی است که دارن بهتون توی بازار پیشنهاد میکنن به عبارت دیگه قیمت واقعی هر چیزی همون هست که اکثریت مردم حاضرن پول بدن و برن بخرنش اون میشه قیمت واقعی هر جنس یا هر کالایی و از جمله ارز یا کرنسی و اسکناس هم از این قاعده مستثنا نیست و قیمت واقعیش همون است که اکثریت مردم حاضرن پول بدن و بخرن حالا ما بیایم به صلاح به این صحبت هایی که شده بود توی این سه تا مقاله اشاره بکنیم کدومش رو مبنا بگیریم کدومش سه هزار بگیریم قیمت واقعی و ادعایی که اونها کردن پنج هزار بگیریم چهار هزار بگیریم کدوم کاری که میتونیم بکنیم این است که دو تا به اصطلاح حد وسط رو بگیریم یعنی نه اون چیزی که گفته سه هزار تومن هست در نظر بگیریم نه اون که گفته پنج هزار تومن فرض را بر این قرار بدیم چون فرض محال محال نیست فرض رو بر این قرار بدیم که قیمت واقعی دلار در ایران 4000 تومان بوده چون گفتم این مال زمانی است که قیمت دلار تو ایران هزار تومن خرید و فروش می شده اینها یکش ادعا کرده بود سه هزار یکی هزار هزار ما فرض رو بر این میذاریم که در اون شرایط قیمت واقعی دلار چهار هزار تومن بوده بنابراین موقعی که میگیم قیمت واقعی دلار چهار هزار تومن هست یا قرار بوده باشه مفهوم واقعیش این است که اگر شما هزار تومن میدادید کسی که به شما دلار میفروشه باید بوده 25 سنت بهتون بده نه بیشتر چون قیمت واقعیش قرار شد به ادعای این که حالا میفهمید چرا بی است قرار بوده 4000 تومان باشه پس هر 1000 تومنش یه چهارمیش یا 25 سنت بیشتر تو نباید بدن پس تو اون شرایط یعنی توی ایران شما دلاری که به طور واقعی باید بوده 1000 تومان میدادی 25 سنت بهتون میدادن یه دلار بهتون میدن هیچ مفهوم دیگری نداره جز این که بگیم دولت ایران اومده دلار رو حراج کرده هیچ معنای دیگری این حرف نخواهد داشت ولی خب حالا جنس حراجی رو در نظر بگیرید برای یکی دو دقیقه هم فرض کنید که صحبت دلار نیست دلار هم بذاریم کنار برید سراغ هر چیز دیگری که توی دنیا می خرید از گوشت بگیرید تا سبزی تا بیمه تا پولی که برای خرید سی دی هر چی که میدید فرض کنید که یه مورد همچین اتفاقی بیفته یعنی حاضر بشن یه قیمتی رو یه جنسی را با 75 درصد تخفیف به شما بفروشن بازم چون داریم فرض میکنیم فرض کنید که شما اهل غذاهای دریایی هستید مثلا ماهی خیلی دوست دارید نوع ماهی هم که دوست دارید فرض کنید که قیمتش 20 دلار هست دونه اون که شما میخرید اگه شما فردا برید توی فروشگاه و چشمتون بیفته به ماهی که عاشقش هستید دوستش دارید و اونو از همه همیشه هم اونو میخرید همیشه هم 20 دلار براش میدادید اگه ببینید که قیمتش شده 5 دلار چه کار میکنید به طور واقعی حتی رو هم برای میگیریم که همون ماهی همون کیفیت و همون اندازه و همون سالمی و به صلاح تازیگی هم داشته باشه چون در این مورد داریم با پول به سای اسکناس صحبت میکنیم معلومه که دلار دلار است و تازیگی و همه چیز خودش هم اگه بخوایم تشبیهی به کار ببریم حفظ میکنه اگر همچین حالتی اتفاق بیفته خب طبیعی است هر کس با خودش میتونه جواب بده واقعا اولین کاری که میکنه این که هر چقدر ماهی اونجا هست سعی میکنه جمع بکنه که بره یخچال و فریزرش پر کنه یخچال و فریزر خودش هم اگر فکر کرد که پر میشه و دیگه جا نداره اولین کاری که میکنه تلفن رو می داره به دوست و آشنا و فک و فامیل و خواهر و برادرش زنگ میزنه که بریزید فلان جا که ماهی 20 دلاری شده 5 دلار بخرید اونها هم هجوم میبرن و اینا رو میخرن هر جنس و کالای دیگری هم که 75 درصد قیمتش بیاد پایین و با 75 درصد تخفیف حاضر بشن بفروشن مطمئن باشید که همچین اتفاقی براش خواهد افتاد حالا اگر واقعا قیمت واقعی دلار در ایران 4000 تومان می بود و داره توی شما میری میرفتن ملت مثلا حالا در هر شهری که هستن یا هر شهرستانی که هستن یا تو تهران میرفتن تو خیابون فردوسی مثلا اینا هزار تومن میخریدن پس این همین مقایسه که براتون به کار بردیم یعنی قیمت واقعیش چون 4000 تومان بوده 1000 تومان می‌شدن داشتن با 75 درصد تخفیف به شما میفروختند و اگر همچین اتفاقی می‌افتاد و اگر واقعا اینطوری می‌بود مطمئن باید می‌بودید که دیگه یه یک قرونی یه یه تومانی یه پنج تومانی تو ایران نمیموند و تمامش و بلافاصله تبدیل می‌شد به دلار چون دلار رو با 75 درصد تخفیف داشتن می‌خریدن و در واقع دلار رو حراج کرده بودن خودتون یک دقیقه فکر کنید متوجه میشید که چقدر این ادعاها بی پایه و بی اساس است هیچ ربطی به واقعیت نداخته نداره و ساخته تخیلات از ها نیست که هیچ آشنایی با مسائل این شکلی ندارن بعد خارج از اینها میخوام بگم که غیر ممکنه چه هیچ دولتی و هیچ کشوری چه ایران باشه چه فرانسه باشه چه انگلیس باشه چه یونان باشه چه هر جای دیگری توی کره زمین باشه بتونه به این شکل در واقع بخواد با یک کرنسی یا ارز اونم کرنسی و ارز و اسکناسی که مال خودش هم نیست در واقع یعنی تصمیم نمیتونه بگیری راجبش که چقدر چاپش بکنه چقدر نگهش بداره یا چاپش نکنه راجب یک کرنسی خارجی بتونه همچین تسلطی داشته باشه و قیمتش رو اینطوری کنترل کنه بذارید مثال براتون از واقعیت بزنم تا اون وقت ببینید تا چه حد این ادعاها پایه و بیاساس هست در اوایل دهه 1990 اگه خاطرتون باشه به احتمال زیاد خیلی ها حتما شنیدید راجبش چون یکی از به داستان های بسیار معروف بازارهای ارز شد اونم به خاطر کاری که آقای جورج سوروس کرد تو اون سالها در اون سالها دولت انگلستان بانک مرکزی انگلستان در واقع تصمیم گرفته بود که به طور مصنوعی قیمت پوند انگلیس را در مقابل مارک آلمان بالا و گرون نگه داره خب حالا ما داریم راجع به کی حرف میزنیم راجع به انگلستانی داریم حرف میزنیم که یکی از بزرگترین اول اولا انگلستان اولین کشور صنعتی دنیاست یعنی قبل از اینکه همه دنیا رنگ صنعت و های این شکلی به خودشون ببینن انگلستان به خودش دید به همین دلیل اولین اقتصاد پرقدرت دنیا در اصل جدید انگلستان بوده مهمتر از اون کشوری است که جزء امپراتوری های بزرگ تاریخی بوده یکی از کمتر ام، ام، امپراتوری یونان رو که بذاریم ببخشید امپراتوری روم رو که بذاریم کنار بعد از اون در دوران های جدید تقریبا هیچ امپراتوری به اندازه امپراتوری انگلستان عمرش و قدرتش و تسلطش بر دنیا طول نکشیده و کشوری بوده که برای سالیان سال دراز پولش ذخیره ارزی دنیا بوده ریزرو کرنسی بوده همون نقشی را که امروز دلار آمریکا در پهنه ارزی دنیا داره پوند انگلیس توی دنیا داشته یه همچین کشوری با همچین مشخصاتی حالا بگذاریم که البته خب دیگه اون قدرت سیاسی سابقش نداره اولا پولش هم ذخیره ارزی دنیا نیست منتهای مراتب همین امروز هم موقعی که صحبت از دلار اندکس میکنن یا شاخص دلار که میان ارزش دلار آمریکا را در مقابل سایر ارزهای دنیا اندازه گیری میکنن و میسنجن شش تا ارز یا کرنسی یا اسکناس دیگه هست که این کارو میکنن باش میسنجن یکی از ارزهای مهمی که باش سنجیده میشه هنوز که هنوز هست پوند انگلیس هست خیلی خوب و مهمتر از اون تا بخواید نفوذ و اهمیت انگلستان و پولشو و بازارشو و رو تو دنیا ببینید هنوز که هنوز هست کردیت مارکت یا بازار اعتبارات در دنیا بر اساس بهره ای که در انگلستان هست تعیین میشه نه بر اساس بهره ای که در آمریکا هست و همین دلیله که در بسیاری از مبادلات مالی و کردیت مارکت و بازار اعتبارات همه جا صحبت از لیبور میشه صحبت از فدرال فاند رید نمیشه فدرال فاند رید اون بهره ای که در آمریکا تعیین میشه لیبور اون بهره یا اینترست ریت است که توی انگلستان تعیین میشه و هر جا که نگاه بکنید میبینید مبادلات بزرگ کردیت مارکت همه بر اساس لیبور یا میزان بهره یا درصد بهره و اینترستیت توی انگلستان تعیین میشه اون وقت همچین کشوری با همچین سابقه ای با اون سابقه صنعتیش با اون قدرت امپراتوریش کشوری که پولش ذخیره ارزی دنیا بوده کشوری که هنوز که هنوز هست از شش تا پولی که دلار رو باهاش اندازه میگیرن پول اونجاست اسکناس اونجاست پوند انگلیسه کشوری که هنوز کردیت مارکت داره بر اساس اینترستیت و بهره تو انگلستان تو دنیا به اصطلاح باش محاسبه میکنن و بر اون اساس میسنجن یه همچین کشوری با همچین مشخصاتی و با همچین قدرتی تصمیم گرفته بود که پول خودش رو به طور مصنوعی در مقابل مارک آلمان گرون نگه داره و آقای جورج سوروس متوجه شده بود که اینها نمیتونن این کارو بکنن برای اینکه هیچ کشوری در روی کره زمین قادر نیست که منظورم برای دو روز و سه روز و یکی دو هفته و اینها ممکن است با بازی هایی که می شود کرد و با ساخت و پاس ساخت و پاک این کار انجام داد ولی هیچ کشوری غیر ممکن هست که برای طولانی مدت بتونه پول خودش را به اصطلاح از حد معمول از اون حدی که بازار از اون قیمت واقعی که تو بازار حاضرن براش پول پرداخت بکنن گرونتر بکنه یا ارزونتر بکنه و انگلستان البته این اشتباه را کرد و فکر کرد میتونه این کارو بکنه و اون وقت یه همچین کشوری با همچین قدرتی و با, با همچین سابقه ای در مقابل فقط یک نفر که جورج سوروس باشه به زانو در اومد برای اینکه آقای جورج این اینوستور افسانه ای وال استریت متوجه شد که اینها دارن اشتباه میکنن و غیر ممکنه که بتونن پول خودشون را استناس خودشون رو در واقع گرون نگه دارن با اتخاذ سیاست ها و به کار بستن تدابیری موفق شد که کمر بانک مرکزی انگلستان را بشکنه که بی خود و تصمیم گرفته بود پوند گرون نگه بداره و در یک معادله ترید معامله ارزی در یک روز بیشتر از یک بیلیون دلار سود برد به خاطر همین داستان که بعدها گویا وزیر کشور انگلستان بود که صحبت کرده بود گفته بود با کاری که جوش سروس کرد معادل قیمت تمام بیمارستان ها تمام جاده ها تمام مؤسسات دولتی در انگلستان در یک روز اینها ضرر کردند برای اینکه به طور بلهوسانه و ابلهانه ای تصمیم گرفته بودند که قیمت ارز و اسکناس خودشون رو بالا نگه بدارن حالا موقعی که یک کشوری با این مشخصات مثل انگلستان نتونه برای مدت کوتاهی فقط چندین هفته تونست این کار رو بکنه و نتونست از پسش بر نیومد و نتونست این ادامه بده و کمرش خرد شد زیر این بار نتونه برای چند هفته پول خودش رو اسکناس خودش رو پنده در واقع گرون نگه داره اون وقت چطوری انتظار میره که یک کشور در و داغونی با هزاران مشکل اقتصادی و مالی و تحریم و بدبختی و مصیبتی که سرش ریخته بتونه پول خودش اسکناس خودش رو گرون اونم اینجوری نه ده درصد، بیست درصد، سی درصد نه اونجا هم که انگلستان میخواست به اصطلاح اون کارو بکنه و تراش کرد بکنه تا این درصدها از این خبرها نبود پول خودش رو به اصطلاح گرون بکنه در بتونه در شرایطی که به گفته یه کسانی که اون مقاله نوشتن موقعی که قیمت واقعی دلار تو ایران هزار تومن هست ببخشید مثلا 5000 هزار تومنه یا چهار هزار تومنه اینها بیان به هزار تومن بفروشن یعنی با هفتاد و درصد تخفیف تازه 4000 چهار هزار تومن بگیریم ای پنج هزار تومنه بگیریم که 80 درصد بیشتر تخفیف میشه چطوری ممکن است برای یک کشور کوچک که در با این مسائل و مشکلات بزرگ اقتصادی و مالی که داره و در چنبره بزرگترین تحریم های اقتصادی دنیا بتونه دست به همچین کاری بزنه واقعیتش این است که این کار امکان پذیر نیست قیمت واقعی دلار در ایران و در هر جای دیگری اگر میخواید بدونید چنده همون است که اگر رفتید تو ترکیه، رفتید تو دوبه، رفتید تو تهران، رفتید تو اصفهان، مشهد، هر جا رفتید تو بازار هر چقدر بهتون فروختن قیمت واقعی دلار همون است اگر بهتون گفتن 1000 هزار دلار 1000 هزار تومان 1000 هزار تومانه اگه گفتن 5000 تومان 5000 تومانه اگه 2000 تومان 2000 تومانه اگه گفتن 900 تومان 900 تومانه قیمت واقعی هر ار ارز و کرنسی و از جمله دلار در دنیا و من جمله در ایران همون چیزی است که در بازار آزاد خرید و فروش میشه و هی دولتی قادر نیست این قیمت را بالا پایین بکنه و به دلخواهی خودش برای بلند مدت میگم برای یک دو سه روز حد اکثر هفته یه ماه ماکسیموم ممکن است با بازی هایی که میکنه اونم اگر کشورهای دیگه هم باهاش همکاری بکنه یه مدتی دست به همچین اقدامی بزنه ولی غیر ممکن است که هیچ کشوری و از جمله ایران بتونه به اصطلاح به طور مصنوعی قیمت پول خودش رو بالا نگه داره و قیمت یه ارز خارجی مثل دلار را پایین نگه داره من فقط حتی صحبت بالا نگه داشتن نیست هیچ کشوری به طور مصنوعی حتی نمیتونه تو بازار با بازار با نیروی بازار با مارکت در بیفته و حتی پول خودش رو ارزون از اونچه که واقعیت داره بکنه یعنی قیمت واقعیش هست بکنه مثال روشن و, و... واضح و زندهش این که حدود یک سال پیش همینطور که میدونید مقامات بانک مرکزی برزیل اعلام کرد که آقا آمریکا جنگ ارزی کورنسی وار راه انداخته و بی خودی داره پول خودش را ارزون میکنه و گفت تصمیم گرفتن اونها مقابله به مصر بکنن و کاری که کردن شروع کردن به اصطلاح دست به اقداماتی بزنن که ارزش پول برزیل رو تو بازار بیارن پایین میلیون میلیون دلار خریدن و پول خودشون رو فروختن به همین امید یکی دو هفته ای تونستن یه ذره تاثیر بذارن تا ولش کردن به اصطلاح مجبور شد دو دفعه قیمتشون رفت بالا یعنی به طور مصنوعی پولشون رو ارزون هم نمیتونن نگه بدارن تازه داریم راجع به اقتصاد کشوری مثل برزیل صحبت می کنیم که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقد هستند برخلاف ادعاهایی که میشه که چین اون قدرت بزرگ اقتصادی آینده هست چین نیست بلکه برزیل هست که قدرت بزرگ اقتصادی آینده است و به هر حال علا رقم این که این درست در بیاد یا نیاد جز چهار کشور معروفی است در کنار روسیه و هندوستان و چین برزیل که به صلاح ستون اصلی فقرات اقتصادی امروز رو میسازه و رشد اقتصادی دنیای امروز روی دوش اون قرار گرفته موقعی که همچین کشوری با همچین امکانات اقتصادیش نتونه با پول به خودش یا با ارز خارجی دیگری که در اینجا دلار بود همچین کاری بکنه طبیعی است که ایران هم نمیتونه بکنه نمونه دیگرش باز میخواد دولت به بانک مرکزی سوئیس دولت سوئیس در واقع که اونم یه مدتی پیش تقریبا یه ده ماه پیش یه سال پیش بود در این حدودا گفتش که فرانک سوئیس خیلی گرون شده و با باید کاری کنیم که فرانک سوئیس ارزون بشه هم راجع به دلار آمریکا حرف میزد در مقابل دلار آمریکا حرف میزد هم در مقابل یورو چون گرون شدن فرانک سوئیس باعث شده بود که سوئیس خیلی از بازارهای خودش که مخصوصا مشتریان تو آلمان داشت از دست بده به خاطر گرون شدن فرانک و باز بانک مرکزی سوئیس با تمام قوا به میدون اومد تا دلتون بخواد فرانک فروخت و ضرر کرد هی hey دلار خرید یورو خرید به امید اینکه بتونه ارزون ارزونتر بکنه یه چند روزی تونس یه ذره تغییر بذاره ولی مجددا اوضاع از دستش در رفت و دیدیم که فرانک سوئیس هم در مقابل دلار آمریکا بالا رفت و هم در مقابل یورو پایین نیومد اونم تازه داریم راجع به کشوری مثل سوئیس حرف میزنیم که دیگه باهاش آشنا هستید و تمام دنیا و هرچی پولدار رو کره زمین هست دارن پولشون اونجا نگه میدارن یه همچین کشوری با همچین امکاناتی با همچین شهرتی قادر نیست که پول خودش رو به طور مصنوعی ارزون نگه داره انگلستان نتونست گرون نگه داره برزیل نتونست ارزون نگه داره ایران هم نمیتونه بنابراین هر وقتی صحبت اینها میشه و اگر خواستید بدونید قیمت واقعی دلار در آمریکا یا هر جای دیگه چیست همون است که در بازار آزاد بهتون میفروشن عرض کردم اگر چند ماه پیش میفروختن هزار تومن هزار تومنه اگر امروز میگن 500ه زار500 تومانه اگر دو ماه دیگه گفتن دو هزار تومن دو هزار تومنه اگر 6 ماه دیگه گفتن 5 هزار تومن 500 هزار تومانه اگر یه سال دیگه گفتن 900من 90 دومانه قیمت واقعیش همون است که در بازار آزاد خرید و فروش میشه و هیچ وقت نمیتونونه دو هیچ دولتی به اصطلاح این معادله رو به هم بزنه بعد و بهترین معیار هم به اصطلاح برای سنجش موقعیت ارز ایران یا هر کشور دیگری و اسکناشش این نیست که با دلار ما مقایسهش بکنیم برای اینکه دلار ما اصلا این صحبت ها رو با این شروع کردیم که برای اندازه گیری و سنجش ما یه متر محک و معیاری میخوایم که ثابت باشه بشه بخواش اندازه گیری بکنیم و در این مورد گفتیم تنها چیزی که میتونه شایسته لقب پول باشه یعنی اون مشخصات اصلی و مخصوصا اون ویژگی اصلی خودش که حفظ قدرت خرید را داشته باشه فقط و فقط و فقط تلاس و نه چیزی دیگه و در این مورد به اصطلاح دلار اصلا شاخص خوبی نیست که تو ایران چه اتفاقی داره میفته چون خود دلار هم پایش لرزون هست و روی به اصطلاح شن ایستاده و صحبت از به ارز یا کرنسی یا اسکناسی داریم میکنیم که داره روزهای از تاریخی دارم میگم اصطلاح روز رو به کار میبرم روزهای آخر عمرش را در مقام ذخیره ارزی جهانی میگذرونه و هر روز که میگذره و هر هفته و هر ماه و هر سال نسبت به سال پیش داره قدرت خرید خودش رو بیشتر و بیشتر و بیشتر, و بیشتر از دست میده در واقع اگر میخواید به صلاح میزان ارزش واقعی تومن رو بخواید چیز بکنید بهترین راهش است که با طلا بسنجید با سکه یعنی در واقع با طلا اندازه بگیرید قیمت طلا بهتون خواهد گفت چه خواهد شد و در این مورد همه شاهد بودند که هر وقت قیمت طلا در ایران رفته بالا بانک مرکزی مذبوحانه بانک مرکزی ایران مذبوحانه و بیفایده و ابلهانه تلاش کرده که بیاد تو بازار و قیمت طلا رو بیاره پایین شروع کرده سکه روانه بازار کرده اقداماتی هم که کرده طبق معمول تونسته برای یه هفته دو هفته یه ماه سه هفته در این حد و حدود قیمت طلا رو بیاره پایین ولی به مجردی که اون سیاست ول شده مجددا قیمت ها شروع کردن بالا رفتن در دور اخیر هم که قیمت سکه های طلا تو ایران شروع کرد به شدت افزایش پیدا کردن دیدید که باز بانک مرکزی شروع کرد مقادیر زیادی سکه رو روانه بازار کرد به امید اینکه قیمت سکه رو بیاره پایین ولی اتفاقی که افتاد این که قیمت سکه های بانک مرکزی از قیمت سکه تو بازار آزاد گرونتر شده تو ایران چند نفری هم که این ورومر راجبش مقاله نوشتن اظهار گیجی کردن که چرا همچین چیزی شده من حدس میزنم دلیل اصلیش پر شدن سکه های تقلبی در ایران که خود بانک مرکزی هم اشاره کرده تو ایران و هشدار داده که مواظب به سکه قلابی باشید به نظر میرسه که میزان سکه های قلابی توی بازار آزاد تو ایران انقدر زیاد شده که مردم ترجیح میدن برن از بانک مرکزی سکه بخرن گرونتر بخرن و اون سکه قلابی نخرن و این دلیل این است که قیمت سکه های بانک مرکزی از بازار آزاد هم گرونتر شده در صورتی که هدف اصلی بانک مرکزی این بود که این سکه ها رو بیاره بازار و در واقع قیمت سکه طلا رو بیاره پایین و قیمت طلا رو در واقع بیاره پایین علتش هم این است که طلا چون قدرت خرید خودش رو حفظ میکنه هر وقت که قیمتش میره بالا داره به دنیا اعلام میکنه و همه میگه که این ارزی که قیمتش طلا راجع بهش رفته بالا داره قدرت خرید خودش رو از دست میده و در واقع مبین کفایتی و بیلیاقتی بانک مرکزی است که داره اون پول رو چاپ میکنه همینطور که قیمت طلا در مقابل دلار رفته بالا و نشون میده که اینجا چه خبر است همینطور که طلا در مقابل پوند رفته بالا نشون میده انگلستان چه خبر است و بقیه کشورها حالا با این حساب کتاب چند تا سوال کناری هم دوستان مطرح کرده بودند یکی اینکه در این شرایط بهترین کار در ایران چیست بهترین کار این است که اولا پول نقد به هیچ وجه نگه نداره هیچ کس تو ایران نباید پول نقد نگه بداره اصلا نگهداری پول نقد در آمریکا، در انگلستان، در فرانسه، در کانادا، در همه دنیا به خاطر اینکه تمام دنیا با هم مسابقه گذاشتن که قیمت پولاشونو رو بیارن پایین و بی ارزش ترش بکنن بدترین کار ممکن هست این که تو ایران بسا بانک ها بهره خوب میدادن این تا زمانی خوب بود که به اصطلاح ارزش دلار و تومن کم و بیش ثابت نگه داشته شده بود مثلا همون هزار تومن بود اگر اونجوری بود بله اون بهره 10 درصد 15 درصد 4 درصدی که 14 درصدی که برای کسانی که خارج هستن برای کسانی که داخل ایران زندگی میکردن که بهره 20 درصد هم به درد نمیخورد چون تورم از 20 درصد بیشتر بود و عملا با ضرر میکردن ولی برای کسایی که خارج بودن تا زمانی که همچین رابطه ای بود میارزید که نگه بدارن و بهره 10 درصد و 12 و 14 درصد بگیرن ولی الان که این رابطه داره به هم میخوره و دلار داره تو بازار آزاد گرونتر میشه شما این افزایش به این بهره که میگیرید و با افزایش قیمت دلار از دست میدید بنابراین اونم به نفعتون نیست بهترین کاری که میتونید بکنید این است که در ایران پولتون رو تبدیل کنید یا به سکه های طلا یا به ملک و املاک ریل استیت در واقع باش خرید کنید که هر دوتا آینده خوبی خواهد داشت کدامش آینده بهتری خواهد داشت من فکر کنم آینده طلا از آینده ملک و املاک در ایران بهتر خواهد بود ولی هر دوتاش به نظر من خوب خواهد بود البته حالا بعدا صحبتی خواهیم کرد امشب دیگه نمیرسیم وقت داره تموم میشه که اینکه که میگیم همه پول های کاغذی بدست به این مفهوم نیست که همشون به یک اندازه بدن حالا صحبت این میشه برای کسانی که خارج زندگی میکنن کدوم ارزهای خارجی خوب است اگر فرصت شد تو فرصت بعدی بهش میپردازیم ولی فعلا و مقدمتا و تا اینجا بدترین ارز خارجی دلار آمریکاست که حتی المقدور باید ازش فرار کنیم بعد در در همین زمینه که صحبت کردم یادم رفت اینو بگم که الان شما هر کشوری رو که نگاه میکنید از انگلستان تا ژاپن تا فرانسه تا آمریکا تا کانادا همه گفتم که دارن تلاش میکنن که ارزش پول خودشون رو بیارن پایینتر و ارزونتر کنن حالا چرا ایران و گفته ای کسانی که اون مقالات رو می نویسن و همچین ادعایی میکنن که دلار باید 5000 ۶ 6000 تا 3000 تومن باشه چرا ایران باید پول خودشو گرون نگه داره از اون جوابهای سوالهایی است که در واقع هیچ کس جوابش نمیدونه از جمله کسانی که همون حرفهای نسنجیده رو زدن چند روز پیش بود داشتم یه نکته میخوندم از یکی از مسئولین دولتی تو ایران که گفته بود ما اجازه نمیدهیم بهای به مسکن در ایران افزایش پیدا کنه کسانی که این مقاله رو می نویسند در واقع به نظر من دارن این همین مامور جمهوری اسلامی فکر می که فکر می ایشون فکر کرده بودن که مسکن در واقع مثل زندانی سیاسی شما می تونید بیارین تو خیابون از جر سقی لاویزیونش کنید یا ببرینش تو زندان شکنجش کنید که قیمتش نره بالا اینا هم فکر می که به اصطلاح با دستور دولت می کاری بکنه که قیمت دلار بالا نره یا تومان گرانتر بمونه یا نمونه اگر مقامات دولتی در ایران تونستن با دستور قیمت مسکن را اجازه ندن بالا بره مطمئن باشید که اون وقت میتونن قیمت تومن و دلار اینا رو هم کنترل کنن نه قادر به کنترل قیمت مسکن نه قادر به قیمت کنترل تومن و دلار از این حرفا و بازم تاکید میکنم قیمت قیمت واقعی همون است که در بازار آزاد براش پرداخت خواهید کرد وقتمون داره به آخر میرسه بنابراین چند دقیقه باقی میریم سراغ بخش آخر برنامه امشب و در هفته آینده سعی میکنیم مدتی چند هفته است راجع به بازار فلزات قیمتی پریشس متال صحبت نکردیم راجع به اونها و یه ارزاوی هم از دیگر ارزها و اسکناس های دنیا اگر فرصت شد تو برنامه آینده رو به اون اختصاص میدیم و در ضمن یادآوری میکنیم اگر نوع مطالب و مباحثی که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره مورد علاقتون هست میتونید به جای هفته ای یک بار اونم برای 40 دقیقه هر روز هفته از دوشنبه تا جمعه در رادیوی اینترنتی نبز بازارهای مالی رادیویی که به صورت اشتراکی سبسبکیشن کار میکنه و هر روز هفته برنامه پخش میکنه و برنامه ها شامل اخبار هست عالی ترین دست اول و نایابترین اخبار اقتصادی و مالی را از سر تا سر دنیا جمع آوری میکنیم همراه با تحلیل های علمی و تحقیقاتی راجع به های خوب سرمایه گذاری، های خوب پسنداز و حتی زمین هایی که ممکن است منجر به ضرر و زیان بشه پیشا پیش شنوندگان خودمون رو در جریان اون اوضاع احوال قرار میدیم. اگر تمایل داشتید و علاقه داشتید که در دل این گونه تحولات باشید و با این گونه و با باعث آشنا بشید میتونید رادیوی اینترنتی نبز بازارهای مالی اولین و تنها رادیوی مستقل فارسی زبان را در سایت ما که آدرس رو صفحه تلویزیون می‌بینید pulseoffinancialmarkets.com به این سایت سر بزنید این رادیو رو مشترک بشید هم به فارسی و هم به انگلیسی به فارسی اشتراک رادیو نوشتیم به انگلیسی ساین اپ کلیک بکنید ثبت نامتون که تموم بشه بهتون یوزرنیم و پسورد میدن و میتونید بعدا به اصطلاح لاگین بکنید و تمام مطالب رو گوش کنید آرشیو کاملی هم از تمام برنامه‌های 6 7. سال گذشته رادیو داریم که به راحتی قابل دسترسی خواهد بود و اینم از رادیوی اینترنتیمون میریم سراغ بخش آخر برنامه امشب در بخش پایانی برنامه امشب هستیم بخش کلام آخر و آخرین کلام و در اینجا چند کلمه ای سری چند تا از هایی که داریم باتون با صحبت میکنیم یه پورتفولیو داریم برای دوستانی که مایل هستند روی پول نقدی که دارن بهترین بهره را بگیرن البته گرفتن بهترین بهره به نظر من به مفهوم بالاترین بهره نیست بلکه مهمتر از هر چیز موقعی که پولتون جای میذارید و میخواید روش بهره بگیرید این است که اصل پول خودتون سیف و مطمئن باشه و بدونید که برای اصل پولتون اتفاقی نمیفته و به همین دلیل ما شخصا و دفتر نبض بازارهای مالی هیچ گارانتی و هیچ تضمینی را غیر از تضمین دولتی قبول نخواهیم کرد چون دولت ها هستند که دیفالت نمی کنن و میتونن پول مردم را پس بدن ما پرتولیو هایی داریم برای کسانی که اینو بخوان که بسته به اینکه تا چند اندازه مایل باشید پولتون بسا اونجا بمونه تا ده درصد با تضمین 100 درصد دولتی بهره خواهید گرفت روی پول نقدتون و مهمتر از اون اینکه چون اینو به اصطلاح حساب در به ارزهای خارجی هست یکی از مشخصات سالهای گذشته که تا چند سال آینده هم بی تردید ادامه پیدا خواهد کرد این است که به طور واقعی بهره که نصیبتون میشه خیلی خیلی بیشتر از بهره اعلام شده است دلیل شمین است که قیمت دلار آمریکا تو بازارهای ارز دائم داره کاهش پیدا میکنه بنابراین موقعی که پول شما به پول خارجی باشه اسکناستون به اسکناس خارجی تبدیل بشه اگر فرزن بهتون 8 درصد هم میدن اگر اون پول نسبت به دلار آمریکا فرزن 7 درصد بره بالا اون 7 درصد هم به پولتون اضافه میشه و رسما 15 درصد میگیرید در چند سال گذشته علارغم اینکه در جاهایی که بودیم بهرهایی که تضمین دولتی داشته فرضاً 8 درصد و 10 درصد و 15 درصد از این صحبت رو بوده ولی عملا به خاطر کاهش دلار آمریکا این بهره ها به 30 درصد و 50 درصد و 45 درصد و حداقل سالانه 16 درصد رسیده در واقع حد اقلش ولی به طور متوسط 20 درصد 25 درصد بوده در چند سال گذشته اون یکی از زمینه است برای کسانی که مایل هستند روی پول نقد خودشون بالاترین بهره رو با تضمین 100 درصد دولتی بگیرن بعد گلدن پورتفولیوی ماست که در پرشس متالز در واقع سرمایه گذاری میشه در مورد پرشس متال دو تا مسئله را حتما توجه داشته باشید یکی اینکه سکه های تقلبی توی بازار خیلی خیلی زیاد هست باید مطمئن باشید که از منبعی کاملا مطمئن می خرید بخرید و صد درصد مطمئن باشید چون چیزی نیست که شما امروز بخرید فردا بخواید بفروشید حداقل می دو سه سالی نگه دارید و اگر بعد از دو سه سال متوجه بشید جنس قلابی بهتون فروختن دستتون به هیچ جا بند نیست این یک دومی که ما نه تنها از مراجع 100 درصد معتبری که زیر نظر بازرسی دولتی چک میشه کاری که میکنن میخرین بعد باهاشون با تخفیف های بسیار بی... ویژه و خوبی ازشون میگیریم زیر قیمت بازار ما میفروشن و سوم این که انتخاب سکه هایی که میکنید بسیار بسیار مهم است گرچه سکه های غربی همشون با اینکه ب... چون برای اینوستمنت و سرمایه‌گذاری هستن همشون به در یه وزن هستن یعنی یک اونس هستن ولی قیمت این سکه ها روزانه توی بازار ب... بر حسب تقاضایی که براشون وجود داره کاملا فرق میکنه یعنی میتونید ممکن قیمت این سکه با اون سکه امروز 200 دلار ببخشید مثلا 170 دلار 150 دلار حتی و بعض وقتا تا دلار فرق بکنه بنابراین انتخاب اینها خیلی خیلی مهم هست با دقت بسیار خوبی و روزانه با تحقیقات جامع این پورتفولیو انتخاب میشه و پورتفولیویی است که در چند سال آینده حداقل 300 درصد سود خالص بدون سر سوزنی ریسک با خودش خواهد داشت توضیحات بیشتری هم داشتم متاسفانه وقت برنامه امشب تموم شده هفته آینده بیشتر راجع به اینا صحبت می‌کنیم تا هفته آینده و برنامه و دیدار دیگر شب و روز و روز به همه شما خوش. برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های.